آیا کرگره صلح افغانستان گشوده شده؟ 9 روز 9 دور گفتگوهای تاریخی در دوحه ظاهراً به پایان رسیده. امریکا و طالبان روی کدام موارد توافق کردند و گام‌های بعدی چیست؟ سفیر زلمه خلیلزاد پیام‌آور صلح واشنگتن اکنون در کابل است و در آغاز از وی می‌پرسیم که در کجای این راه دراز به هدف رسیدن به پایان جنگ 4 دهه افغانستان قرار داریم. آقای سفیر خوش آمدین. سلامت باشین. تشکر از شما. شما 9 دور با طالبان گفتگو کردین در 9 ماه اخیر و گفتین که در آستانه یک توافق نهایی هستین. چی توافقه؟ خب از ابتدا باید بگویم که این پیچیدگی های زیادی وجود داره. هدف ما از کوشش ها برای صلح بود که از یک نگاه مصرف و زحمت و کوشش هایی که امریکا میکنه او را کمتر بسازیم در افغانستان، چون رئیس جمهور فعلی امریکا به مردم امریکا وعده داده که جنگ افغانستان ختم بده. دومی که از میخواهیم نتیجه از این کار چیزی شود که از افغانستان به دنیا و خصوصا به امریکا و دوستاش خطر متوجه نباشه. سومی که جنگ بین افغانام ختم شود، یعنی بین طالب و مخالفین طالب و حکومت و طالب ها، و یک سر یک نقشه سیاسی آینده موافقه شود، و چهارم یک اوربند دائمی در افغانستان بیاید. ما پیشرفت در هر 4 قسمت کردیم و به نتیجه های رسیدیم که حتما شما در بارشان از ما سوال خواد کردین. بله. آیا شما امروز در رابطه با مبارزه با تروریسم و خروج نیروهای امریکایی از افغانستان با طالبا به یک توافق رسیدین یا خیر؟ در پرنسیپ بله رسیدیم روی کاغذ که خلاص شده و کاغذ بسته شده. بسته شده، اما خطبا تا که رئیس جمهور امریکا ما هم به او موافقه نکنه نهایی نیست، ما در اون مرحله قرار داریم. درست. و آیا حکومت افغانستان هم قوت ویتوی این بخشی از توافق داره یا خیر؟ ما مذاکره میکنیم، بحث میکنیم، در جریان میگذاریم حکومت افغانستان، نه تنها درباره مسائلی که مربوط به افغانستان میشه، یعنی گفتمان و مذاکره بین حکومت و طالبا و دیگر افغانا و اوربند، بلکه همچنان در این 2 مسئله که شما صحبت کردیم در بارش که مربوط زیادتر به ما و طالباست، در اون قسمت هم با حکومت مشوره کردیم. بسیار خوب. جناب سفیر صاحب، این ورقه که شما در پرینسیپ به توافق رسیدین یک ورقه بسیار با جزئیات است، یک ورق ساده است، چی وقت اعلان میشه؟ 2 قسمت داره این ورقا. یکی که در قسمت اول یک موافقه کلی است در باره از این 4 موضوع و دقیق تر در باره 2 موضوع اول که مسئله خطر از افغانستان، خصوصا وقتی که افغانستان میگیم در مذاکره با طالبان میخوایم روشن کنیم که با طالبان بحث نماینده کل افغانستان صحبت نکردیم. بله، ایره شما قبلا هم تشریح کردیم. یک گروپ در مناطقی که فعلا زیر کنترل از اوناست در او باره، و وقتی اگر به اساس مذاکره بین الافغانی اونا جز حکومت آینده افغانستان میشن که از اون چیز سیاست ها در او وقت پشتیبانی کنن. اما باید گفت که جزئیات باز کاغذهایی است که مربوط میشه به موافقه کلی که به دقیق تر و به دیتیل سر این مسائل روش موافقه شده. خیلی خوب، به جزئیاتش هم میرم. یکی از او جزئیات خروج یک بخش از نیروهای امریکایی. بله. آنچه که ما میشنویم، اگر اشتباه هست لطفا اصلاح کنین، که کمتر از 5000 سرباز امریکایی از 5 پایگاه در 135 روز پس از اعلام این موافقتنامه مبرایه. درست است؟ درست است. در این در 4 ماه که به او شروع کردین ما موافقه کردیم. اگر شرایط قسمی که در موافقه نامه صورت گرفته به مو قسم پیش بره در 135 روز
چهار پنج پایگاه که فعلی ما در او هستیم اونا را ترک میکنیم. کجا هستی پایگاه ها؟ نمیخوایم درباره زو از مسائل امنیتی که داره پیش از پیش اشاره کنم. وقتی که موافقنامه اعلان شد او پایگاه هنوز بعد او طرف هم به دقت نگفتیم که در کجاست، در کدام روز او صورت میگیره، اما موافق کردیم که از پنج پایگاه در 135 روز اول اگر شرایطی که روش موافقه شده صورت بگیره میبراییم. که شرایط گفتگوهای بین الافغانی است؟ شرایط ایست که مسائل امنیتی هم است در اون قسمت که آتش خطر در اون مناطق نباشه در وقت برآمدن، و شرایطی است که هر تمام پایگاه های او پنج پایگاه در این وقت خود صورت نمیگیره، چی در اون منطقه میشه، چی در امو زیر سرک ها و بله. جاهایی که بعد نگاه لوجستیک به او ضرورت میشه چی و چیزی صورت میگیره، در کابل چی میشه، درست. در پروان چی میشه، این مسائل است. درست. سرنوشت این پایگاه ها چی میشه؟ ما این پایگاه را ما کرا گرفتیم تقریبا از حکومت افغانستان، پس خالی میکنیمش. پس به حکومت میتونه. در اوجه حکومت هم هست، در قوای حکومتی هم هست در اوجه. و آیا طالبا شما گفتن که در روند خروج نیروهای آمریکایی بر نیروهای آمریکایی حمله نمیکنن، زمانی که پس به دولت افغانستان میتن، آیا یک شرطی است که طالبا سر نیروهای دولتی هم حمله نکنن؟ ما در مخلصین در اون مناطق جنگ به صورت کل کم میشه. آتش بس است یا آتش بس نیست؟ چرا لغت آتش بس موافقه شده که مربوط مذاکره بین افغان ها، یعنی بین حکومت و دیگه افغان ها و طالب ها، که او یکی جزء قبول کردن طالب ها که آتش بس بالاخره باید شوه، اما تا رسیدن به آتش بس شدت جنگ باید کمتر شوه. چطور تشخیص میتن که جنگ کاهش و خشونت در این قسم دقیق بحثا صورت گرفته که بله. چطور جنگ کم میشه، چی صورت نمیگیره، چه قسم مبلغ ها صورت نمیگیره؟ چون ما نشانه های کاهش خشونت فعلا حداقل در افغانستان نمیبینیم. حمله قندوز یک مثال بسیار واضحه. خود روز در نوز به موافقه نرسیدیم و بله. امضا نکردیم. درست. وقتی که به موافقه نرسیدیم و باز کسایی که متخصصین تو کارا هستن میگن که هرچقدر به یک مذاکره یا با موافقه نزدیک شوه باز وقت جنگ شدت پیدا میکنه، تا هر طرف میخواد یک موقف قوی تر قرار بگیره. بسیار خوب. آقای سفیر، رئیس جمهور ترامپ گفت که 8600 نظامی آمریکایی در افغانستان باقی میمانند که بدون شک شما اشاره کردین که بخش دومه از حضور نیروهای آمریکایی در کشور است. تا چه زمان؟ خب ما خود در موافقه کردیم و وقتی که امضا شد رسمی شد ما مطابق همون موافقت نامه رفتار میکنیم، غیر از اینکه شرایطی که در اون موافقت نامه است از او رفتار نشه یا خلاف از او شرایطی که در اون موافقت نامه است عمل از طرف مقابل بل. صورت بگیره. 14 ماه؟ من چیزی گفته درباره تقسیم اوقات فعلا گفته نمیتونم، ببخشین که چون باید رئیس جمهور قبول بکنه تقسیم اوقات اول پیش از اینکه ما اعلانش میکنیم. کمتر از دو سال میتونین بگوین؟ نمیخوام که اگر اجازه تان باشه که درباره جدول زمانی صحبت کنیم. درست. اما شروطی که شما گفتین که مطرح است، شرایط مطرح است، این شرایط یکیش به نتیجه رسیدن گفتگوهای بین الافغانی است؟ ما وقت معین تعیین شده در موافقه نامه که صورت گرفته که پیشتران به اشاره کردم که چه وقت مذاکره بین الافغانی شروع میشه و چه وقت نتیجه هم میتونه این مشخص شده؟ نه ده اون گفتیم به زودی ممکن، چرا پیش دیگه های هست نمیشه گفت که یک هفته صورت بگیره یا یک ماه صورت بگیره یا دو ماه، پیش بینی سخت است. باز وقت افغان ها دیدیم که به زودی وقتی که میشینن سر باز مسائل موافقه کرده میتونن، باز وقت دیدیم که بسیار مشکل است و سالها میگیره. بله. نمیشه که پیش بینی کرد 100%. اما شما سالها حوصله دارن که 8600 نیرو را نگاه کنن تا که
این موافقت صورت بگیره؟ ما کوشش نهایی خود میکنیم که هرچی تا جایی که به ما مربوط است، زیادتر خود مربوط خود افغان ها است. اول خود چیزی که لازم است که از طرف جمهوری اسلامی افغانستان یک ایت همه شمول و با اقتدار بله. انتخاب شود که نوزان بدبختانه نشده. درست. و دوم ای که با طالبان هم در وقت نشست سر مسائل به موافقه برسن و اگر کمک جامعه بین‌المللی یا کمک ما کار بود در پیدا کردن راههایی که سرزو افغان ها بتوانند موافقه بکنن ضرورت باشه ما حاضر هستیم کمک کنیم. شما در رابطه با کاهش خشونت گفتین و از پروان یاد کردین. اگر کمی تشریح کنین که فرض کنیم اگر هفته آینده شما با طالبا این توافق امضا میکنین وضعیت پروان چگونه تغییر میکنه؟ بجز از اینکه نیروهای شما از بگرام مبراید تا میدان کابل میه و سرش حمله نمیشه. خشونت کم میشه. باز وقایعی که صورت میگیره آله به مای کلان مای که مردم زیاده میکشه سر پایگاه ها حمله سر چک پوینت ها حمله این چیزا حتی مثلا فرض کنیم اگر پروانه مثال بگیریم فرض کنیم در غوربند یک جایی که همیشه شاهد ناامنی بودیم بله. اونجا هم در پروان و در کابل باید امیدوار هستم نظر موقعی که شده که اگر اون موافقه عملی شوه که باید در هم کابل هم در پروان تغییر که ما بتوانیم محس کنیم که آه تغییر آمده دیده شوه. جاهای دیگه هم هست؟ در جای دیگه هم که از اوج خواهی امریکا به تدریج مبراین همونطور چیز باید صورت بگیره. جناب سفیر در رابطه با مبارزه با تروریسم بله جزئیات این توافق چی است؟ خب امریکا به افغانستان آمد که از خاطر حمله که سر امریکا شد از طرف القاعده پس امریکا نمیخواهد که چنین واقعی دوباره در امریکا صورت بگیره که ریشه‌اش در افغانستان باشه یا عناصر دریج از افغانستان استفاده کرده باشند که در این کار شریک باشند. از او خاطر ما دقیق سر این موضوع مدت زیاد را گذشتان دیم تا به اکتفاهم برسیم با طالبا که گروپایی که توی خطره یا افرادی که توی خطره به امریکا و همکارا یا دوستای امریکا در خطر چانسش داره که به اون طرف بله. نه در هیچ از مانده بتانن یعنی در افغانستان در خاکی که طالبان کنترل میکنن و نه میتونن در اینجا مراکزی داشته باشن تمرین کنن پول جمع کنن و حتی گذشته بتانن از اون مناطق تیر شوند و اگر لازم باشه که یک کسی نوی که بدون اجازه از اینا از دنیا بیا و او خطر امریکا از او نفرست کنه که قدم های عملی بگیرن بزید از او. آیا نیروهای امریکایی با جنگجویان طالب مشترک عملیات میکنن در رابطه با تهدیدهایی که آنچه که شما تروریسم بین المللی میگین و دشمن امریکا میگین؟ ما ترجیح ما ایست که طالبا خودشان این کار کنن. یعنی ما شاهد نیروهای امریکایی در یک جبهه با طالب در برابر یک گروه دیگه نخواد بودیم؟ ما گفتیم پیشتر که ما از خود دفاع میکنیم امریکا بله. ما از خود دفاع میکنیم به ضد القاعده ما از خود دفاع میکنیم به ضد داعش و ما میدانیم که طالبان به ضد داعش جنگ میکنن بله. اما من نمیگم که ما اونا یک جا یعنی بحث یک تیم بحث نفر طالب و عسکر امریکا یک جای بساس از این موافقت نامه به میدان جنگ برن جناب سفیر در بدخشان بله. یکی از ولایت های افغانستان است که صدها جنگجوی خارجی اونجا حضور داره در چند سال اخیر مشخصا و بخش های از این ولایت هم زیر دست طالب ها هست امروز بله. در مبارزه با تروریسم مأموریت طالب در بدخشان به عنوان مثال اگر تشریح کنین به مردم چی خواهد بود؟ خوب اگر در اراضی که طالب کنترل میکنه
اگر تروریست ها در اونجا باشن که گروپش یا افراد که امریکا و دوستای امریکا خطر از او باشه، باید به اساس موافقتنامه اگر امضا شد حرکت کنن. شما و کمک میکنین؟ کمک استخباراتی، کمک تسهیلاتی، کمک نظامی به طالب میکنین؟ نه، او به اساس موافقتنامه است که طالب مسئولیت گرفتن که به ضد چنین عناصر حرکت کنن. در موافقتنامه‌ای که شما گفتن نهایی شده در پرینسیپ و آماده امضا و اعلان است، آیا شما گروه طالبان را به عنوان امارت اسلامی یاد کردین؟ بله یاد کردیم، اما گفتیم که ما اونا را به حیث یک دولت به رسمیت نمی‌شناسیم و به نام طالبان می‌شناسیم. فکر نمی‌کنین یک انعطاف پذیری کلانی است؟ نه فکر نکنم، چون ما در اعلامیه که امور رو صادر میکنیم با حکومت میگیم که حکومت جمهوری اسلامی را به حیث حکومت مشروع و که از طرف دنیا به اساس قوانین بین‌المللی به حیث حکومت مشروع شناخته شده او را اعلان میکنیم. موافقتنامه شما با طالبان از سوی کی امضا میشه؟ هنوز فیصله نشده، یا از جمله فیصله هست که متوجه رهبریت امریکا هست که قسمت فیصله کنه. یعنی ما شنیدیم که طالبان میخواه که از سر حداقل از طرف وزیر خارجه امریکا به امضا برسه. من چیزی که عرض کردم دوباره تکرار میکنم. درست. در رابطه با کارخانگی کابل اگر کمی صحبت کنیم جناب سفیر، شما دیشب گفتگوی ظاهرا مفصل با رهبری حکومت وحدت ملی هر دو رئیسش داشتین. آیا این موافقتنامه را به جزئیات با اونا شریک ساختیم؟ بله شریک ساختیم، اونا را چانس دادیم که مطالعه بکنن و هم جناب رئیس جمهور دکتر اشرف غنی و هم جناب دکتر عبدالله مکملا در جریان هستند. کدام ملاحظه ای دارن؟ خب بهتر است که از اونا بپرسین. طبعا که از ابتدا گفتیم که بهتر می بود که اگر جنگ اول مشترکاً ما می بردیم به ضد طالب، نشد. شرایط که آمده ایست که جنگ شدت پیدا کرده، امریکا هم رهبرتش می خواهد که این جنگ هرچی زودتر پایان پیدا کنه، اما به قسمی که بر امریکا خطر نباشه از سال در افغانستان بیاید اما مصرف امریکا کم شود. بله. و از او خاطر ما دروازه را برای مذاکره باز کردیم با طالب. بله. حالا در دوره انتقال هستیم. درست. که مذاکره بین طالب و امریکا سر موضوعاتی که مربوط ما بود رو به خلاصی است و دروازه برای مذاکرات بین الافغانی بله. باز میشه بدون شک. در اون سوالای زیادی است، اما بله. در رابطه با متنی که شما شریک ساختین، این بله. متن به اختیار از اونا قرار دارن یا اونا خواندن؟ خواندن. کاپیش ندارن؟ خوب خواندن. بسیار کسا در چهار طرف امریکا میگن که چرا بله. ما تنها میخوانیم. خب آقای بولتن از نگاه ضرورت امنیتی چیزی هست که نمیخوایم بسیار پیش از وقت تیت شوه. درست. و پیشی که رئیس جمهور امریکا چانس از این داشته باشه که فیصله کنه سر از او خاطر، اما نقاط نظری که دوستا دارن میرسانیم که چی نظریات موجود داره. بله. و خب بدون شک رهبری حکومت افغانستان هم حق دارن بدانن، چون مردم افغانستان روزمره قربانی جنگ هستن. طبعا. آیا این متن با جزئیاتی که شما گفتین که یک متن طولانی است با تمام جزئیات شریک ساخته شده؟ با همه چیزها. هیچ چیز پت نیست. درست. و با استقبال کردن؟ بورا من نمیخوام که دربارش تبصره کنم، چون موافقنامه اونا نیست، با طالبای موافقنامه ما هست. با طالبا دروازه را باز کردیم و دوره بعدی امیدوار هستیم که اونا هر چیز زودتر خود آماده بسازن به اون دوره. بله. و دوره بعدی مثلا یک آیت همشمولی که را انتخاب کنن که صلاحیت مذاکره را داشته باشه. رئیس جمهور اشرف غنی گفته که این هیئت انتخاب شده و شما زمان لیستش دارین؟ ما نه خیر. اما زمانی که گفتن که تاریخ و محل مذاکرات اعلان شوه، این فهرست پخش خوب میشه. خوب است، یعنی زود این مسئله صورت میگیره انشالله.
یعنی شما در چند روز آینده محل و تاریخ مذاکرات اعلان میکنه؟ بله، وقت اگر رئیس جمهور امریکا موافق بودن با پیشنهاداتی که شده، این کار میشه که در چند روز آینده اعلان شود. شما فهرست مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی افغانستان را دیدین؟ من نمیفهم بین ما و شما که در فهرست امروز چه نامایی است. دبسرهای ما که تغییر شده، تغییر آمده، من به اطمینان گفته نمیتونم. شما از هیئت همشمول و باصلاحیت یاد کردین؟ بله. به چی معنا؟ آیا حکومت وحدت ملی به تعریف شما نمیتونه به تنهایی نمایندگی کنه از تمام گروه ها؟ خب از یک نگاه خب میتونه، اما از دیگه نگاه اترام خوب نخواد بود که اگر هیئت انتخاب شود که با مخالفت های شدید از طرف عناصر داخل حکومت، چون یک حکومت هم حکومت مشترک است. بله. که ما در اوج اختلاف باشه و اعلان شود که اختلاف است، باز برای دیکه تاثیر از او سر مذاکرات منفی خواهد بود و ما میخوایم یک تیم قوی واحد از این طرف بره ما بشینن و مذاکرات چی دوتر شروع شود. چند روز فرصت داریم؟ نمیخوایم درباره از او چیز واضح بگویم، برای اینکه اوقدر به فکر من زیاد نخواهد بود، اما نمیخوایم که روزش تعیین کنم، چون نوز هم رئیس جمهور امریکا باید فیصله کنه، قبول میکنه یا تغییرات میخواین بیارن. چانس او تغییرات شما زیاد میبینین، کم میبینین؟ فکر عدس شخصی میست که نه، اما ببینیم دیگه. شما همراهشان دیدین در سفر اخیرتان به واشنگتن؟ بله دیدیم، بله در تماس هستم با ایشان، در مجالس از دور هم اشتراک کردیم. این هیئت همشمول و با صلاحیت قرار است روی چی مذاکره کنه؟ روی آینده افغانستان، چطور جنگ بین افغان ها ختم میشه. خب یک جنگ بین ما و طالب بود که و پشتیبانی ما از افغانستان، او پشتیبانی دوام میکند تا وقت در طرف دیگه مسائل داخلی است که چی داده گرفته باید صورت بگیره که جنگ ختم شود. اکثر یک آتش بس موافقه شود، یک نقشه یا یک پلانه برای آینده سیاسی افغانستان که در رو اختلاف نظر است، اختلاف عقاید است، اما چطور در با احترام به یک اختلاف عقاید و نظریات است در یک فرمول برای حل مشکلات برای آینده که جنگ ختم بته. این مسائل زیادتر داخلی است و ما دروازه را برای از او کار باز میکنیم، که واسه خاطر هم گفتم که یک دوره انتقال داره هستیم که از صحبت های امریکا و طالب یا مذاکره بین امریکا و طالب به یک مذاکره بین افغان ها به او طرف پیش میریم و داد گرفت لازم است با در نظرداش حقایقی که در افغانستان هست. نظریات مختلف است، اولیت ها مختلف است، ارزش ها مختلف است، اما آیا میشه که سر یک فرمول سیاسی موافقه شد، از گذشته ها درس یاد گرفته شد که اگر کوشش شد که نظریات یک طرف به زور بالای دیگاه قبول شود، معنایش یا نتیجه جنگ است. راه های دیگه وجود داره که همزیستی بحث شهروند در چارچوب قانون و اساس فرمولایی که موافقه شده برای حل مشکلات سیاسی یا برای فیصله های سیاسی یا برای انتخاب رهبریت، این راه هایی است که دیگه جا هم از طور راه ها تیر شدن، از جنگ داخلی یا از جنگ های نیابتی. درست. به سال رسیدن. درست. آیا شما یک در مذاکرات خودتان گفتم که بخش اول ورق شما و طالبا شامل هر چهار مسئله است؟ بله. آیا یک بخشی از مذاکرات افغانی را پیش بردین، صحبت کردین؟ نه، تنها چیزی که ما فشاری کردیم که باید موافقه شد که مذاکره میشه بین افغان ها و چه وقت میشه. بله. و همچنان که آتش بس دائمی و کلی باید بیاید و چه وقت میاید. بله. تر ایرا ما جزمو چهار موضوعش، گرچه در ابتدا پافشاری بود که تنها مربوط به امریکا دو موضوع است، بر آمدن قوا و مسئله تروریسم.
اما ما گفتیم که ما یک موافقه برای برآمدن قوای خود نمیخواهیم، ما یک موافقه سر صلح میخواهیم که بله. اجازه بده که قوای امریکا برایه کم شو و بالاخره برایه. آقای سفیر، شما آیا نگران هستین که جبهه های غیر طالبان، اگر ضد طالبان هم نگوییم، روی یک تیم به موافقه نرسه و گروه های کوچک به شکل جداگانه با طالبان وارد گفتگو شوه؟ این ریسک وجود داره؟ خب این مربوط از این است که آیا کلان های افغانستان میتونن به موافقه بین خود برسن، رئیس جمهور، رئیس اجرایی دیگرها، که یک هیئت قوی و همشمول و با صلاحیت روان کنن. او اگر خدای نخواسته تیتو پرکی بیاید در اینجا که ما نمیخواهیم، مخالفش هستیم، مضر میدانیمش، به نفع افغانستان، به نفع خود نمیبینیمش، تیتو پاشان شدن سیاسی را و کوشش نهایی خود میکنیم که رابطه قوی با قوای امنیتی افغانستان داشته باشیم و از اونا حمایت میکنیم در اگر رویشان حمله میگیره که اتو یک کار نشه، چون وقت از این رسیده که همه احساس مسئولیت کنن کلانا و یک چانس به دست آمده یا میایه که برای یک گفتمان، برای یک مبارسته از این باید استفاده شود، جنگ باید ختم شود. درست. آیا در این روند مذاکرات که دو بخش داره، بخش دشوارش فکر میکنین ختم شده یا بخش دشوارش پیش روی ما هست؟ و تجربه 9 ماهه شما براتون چی میگه؟ من فکر میکنم که در حالی که سخت است پیش بینی کرد، ما امیدوارم که دوره سختش را تیر کرده باشیم. درست. برای اینکه نو بودیم، مسائل هم پیچیده بود، که باز وقت که من افغان ها پلو یک دیگه میشینم، باز حتی جنگ ها و مشکلات یک دفعه دیدیم، یک با سرعت کار پیش میره، یک دفعه یک چیزی گفته میشه همه میخیزن دعا میکنن که اینمی بهترین راست که بسیار نادر است، که بسیار کم اتفاق شده. بله نادر است اما شده. دیگه از او خاطر او بسیار خوشحالی خواهد بود افغانستان که همونطور یک کار شد، اما ضرور نیست که این کار ماها و ماها و ماها دوام کنه. امیدوار هستم که به اساس فشار مرد از طرف مردم هم و فشارها و کمک های بین المللی این کار زودتر صورت بگیره. نقش شما در مذاکرات میان افغان ها چی خواهد بود؟ مربوط به افغان ها که ما حاضر هستیم کمک کنیم. یک چیز براتون بگیم که عجیب خود بر بیننده هایتان که علاقه دنیا را نشان میده به حل این مشکل، که باور کنین که تو روزی نیست که یک وزیر خارجه یا یک سفیر تماس نمیگیره که ما چی کمک کده میتانیم برای آوردن صلح افغانستان. چرا این مجلس ها را در این کشور ما نمیگیرین؟ از کشورهای آسیایی دور گرفته تا آسیای مرکزی تا شرق میانه تا اروپا یک رقابت است که بله. کی کمک کده میتانه و کی میزبان ازی شده میتانه، یا هم یک چانس است برای افغانستان. اما فکر میکنم که یک موافقه در اصول صورت گرفته روی ناروی. طبعا ناروی کشور است که در این مسائل تجربه داره، علاقه داره، و ما هم ترجیح میدیم که اگر ناروی جایی باشه که در اونجا مذاکره صورت بگیره. اما سوال سر نقش شما بود. بله. آیا شما در اتاقی که طالبا هست و گروه های غیر طالب است حضور دارن با عنوان میانجی، با عنوان یک طرف؟ روی مسائل بس موافقه صورت نگرفته. چند کشور نماینده هاش حتما حاضر هستن کمک کنن. خود ناروی به ایسی کشور میزبان رول بزرگ داره، آلمان حاضر است این قسمت کمک کنه، اندونزیا حاضر است که کمک کنه، قطر حاضر است که کمک کنه، ملل متحد حاضر است که کمک کنه، و باید از کمک و از استعدادهایی که وجود دارد یا های مختلف که استفاده شود. بله. و اما با مسئله مسائل من بسیار متوجه دی ختم کار فعلی با طالبان بودیم و در داخل حکومت امریکا این چیزهایی که شما به اشاره میکنین در روزهای آینده رویشان بحث و فیصله صورت خواهد گرفت. اما طبعا امریکا هم علاقه داره و ماموریت شما تمام نمیشه با این
توافق نامه‌ای که با طالبان امضا میکنن. خب اون فیصله حکومت امریکاست و فامیل ما هم یک رای خواد داشت. درست. اما تا هنوز به چیز فیصله در رو قسمت صورت نگرفته. رئیس جمهور غنی گفته که انتخابات 3 هفته بعد حتمی است و کسی رئیس جمهور منتخب را از کرسی هم کنار زدن نمیتونه. بله. این موقف بر شما یک موقف اصولی معلوم میشه یا یک مانعی بر رسیدن به صلح؟ چیزی که من میخوام در این قسمت عرض کنم این است که پیش امریکا صلح اولویت داره و امریکا مخالف هر قدمی است که به ضد یا مخالف صلح باشه. به شمول برگزاری انتخابات؟ ما موقف اون قسم نداریم که انتخابات صورت نگیره. نگرانی هست که آیا انتخابات شفاف، انتخاباتی که قدم مثبت باشه، جنجالای دیگه را به وجود نبیاره و مورد نتیجهش مورد قبول مردم افغانستان باشه، سوالا هست. بله. اما موقف نداریم که فعلا که انتخابات صورت نگیره. آیا طالب میخواد که انتخابات صورت نگیره؟ ما در این باره با ایشان صحبت نکردیم برخلاف تصرایی که شده. زمانی که شما مخالفت ندارین، طالب مخالفت نداره، پس چرا بحث زیاد در رابطه با عدم برگزاری انتخابات است؟ این زیادتر بحث‌های داخل است که در اینجا زیادتر صورت میگیره که بازا به این فکر هستن در نیست که من براتون بگم، شما از مکتب بهتر میفهمین که تا وقتی که نتیجه مذاکرات معلوم نشه انتخابات باید به تعویق افته. این نظر ما نیست اما نظر بازا هست. آیا برگزاری انتخابات 28 سپتامبر میتونه یک چالش باشه برای صلح یا خیر؟ اینه من نمیخوام دربارش تبصره کنم چرا مسئله داخلی افغانستان است، اما طبعا اگر این مسئله شدنش یا نتیجه چالش برای صلح شوه این مثبت نخواد بود، اما ما ایره در این موقف امریکا نداره که حتما اتر میشه یا اتر نمیشه و مذاکرات میشه پس از برگزاری انتخابات هم صورت بگیره. اما موافقه ایست فعلا که پیش از انتخابات صورت میگیره، شروع میشه یعنی. و شما میخواین که تا 28 سپتامبر پیشرفت قابل ملاحظه ای در این پروسه بیه؟ عملی نخواهد بود که بسیار زیاد پیشرفت صورت بگیره. در چند با رئیس در جمهور در مذاکره که یا مصاحبه که با شما داشت، یک مصاحبه بسیار دلچسب، گفتن که یعنی بجلی که لازم بود کار ما پیشرفت نکرده و ما مخالفت با ایگم ندارم. ما روز از خود پرسان میکنم که آیا ما میتونستم به صورت بیشتر با همه مشکلاتی که وجود داره در اینجا در دوحه میتونستم به صورت بیشتری کار کنم. یک تفسیر بود از طرف جناب زنا، اما با چون وقت بسیار تیر شده تا وقتی که مذاکره شروع میشه عملا نمیفهم در چند روزی که پیش از انتخابات باشه که غیر عملی خواهد بکنم که یک پیشرفت کلان صورت بگیره. اما به این که موقع بین امریکا و طالب خلاص میشه و مذاکرات بین الافغان صورت میگیره، این قدم های بسیار کلان است. درست. و باید تاثیردار باشه. شما یک اعلامیه مشترک با حکومت افغانستان هم نهایی کردین. بله. بار قبل گفتین که نهایی شده. بله. برای اعلام این اعلامیه. بله. آیا از اعضای کابینه امریکا قرار است کابل بیه؟ امکان داره. آیا تاریخش نهایی شده؟ نه، تاریخش رب داره و نهایی شدن موافقت نامه دیگه هم. آیا کدام سفر از سران حکومت افغانستان به شمول رئیس جمهور به واشنگتن هم مورد بحث است؟ همیشه یک گپ در بحث است. فعلا مشخصا در بحث صلح. یعنی یکی از موضوعاتی است که مثلا این مسائل در کجا صورت بگیره، امضا در کجا شوه، کی باشه، بعد از او چی میشه، آیا ملاقات های سفر های صورت بگیره، عمومی است، هنوز مشخص نشده. بسیار خوب. جناب سفیر، در رابطه به دورنمای صلح و جنگ، چون بدون شک ما یک آینده میخواییم از این مذاکرات که شما دارن فعلا، بیش از 2500 سرباز امریکایی در افغانستان در جنگ با ترور و در جنگ با طالب جان خود از دست دادن، برای چی ارزش؟ برای چی؟
خب یکی خب جنگ برای مسائل امنیتی صورت میگیره که از منفعت اولیا یک کشور دفاع شوه. جنگ کم وقت برای مسائل ارزشی صورت میگیره، صورت گرفته باز وقتا اما کم وقت که عسکر خود کس روان کنه از خاطر که یک سیستم ها یک نظامی که خوش داره او را سر دیگه یک کشور را بقبولانه یا چه قسم مردم یک کشور با یکی دیگه رفتار میکنن سبب شوه که عسکر خود چند هزار کیلومتر دور یک کشور روان کنه بیلیون دلار خرج کنه. ولی ما امریکا از خود ارزش ها داره و افتخار میکنه به ارزش ها، اما این خونریزی برای ارزش ها نبوده. خب این ای کوشش های ما نتیجهش یک نتیجهش یک دلیلش امی بود، ارزش ها بوده، اما زیادتر مسائل امنیتی امریکا بوده که کار صورت گرفته. اگر مسائل امنیتی نمی بود امریکا عسکر خود جراوان نمی کرد بله. برای تغییر نظام درست. یک سیستم با او جاردن یک سیستم دیگه. اما ایران مردم افغانستان نزنن که امریکا بهترف است در قسمت ارزش ها و سیاستش این موضوع ارزش ها سر سیاست آیندهش تاثیر نخواهد داشت. چی دموکراسی باشه چی نباشه، چی زن شلاق زده شود چی نشه، این به تاثیر نیست دیگه. مهم است برای امریکا میخواد اما در محاسبه امنیتی سیاسیش نمیاد. در اما من میخوام قد اشاره بدم که سر موضوع جنگ و استفاده از اسلحه نیست. آینده امریکا کمک های امنیتی، کمک های اقتصادیش، کمک های سیاسیش، روابطش با افغانستان، در او همه چیز به خصوص ارزش ها حیاتی خواهد بود. جناب سفیر، آیا کدام خط سرخ در محور ارزش ها بر امریکا در توافق میان افغان ها وجود داره یا خیر؟ بله داره. چی است؟ ما آمدن دوباره امارت مثلا و پیش امریکا قابل قبول نیست، گرچه مسئله داخلی است بین افغان ها. ما میخواییم که یک حکومت به که به اساس موافقه همه افغان ها صورت بگیره، نه به اساس زور. و این را در کاغذ هم گفتیم که حکومتی که بعد از مذاکره و گفتمان صورت میگیره، او را حکومت ما میخواییم به حکومت رابطه خوب در آینده داشته باشیم. میخوایم تکرار کنیم چون یک جمله بسیار مهمه گفتیم، برگشت امارت اسلامی افغانستان بر امریکا خط سرخ است. ما این را قبول نمی کنیم که به زور امارت اسلامی افغانستان دوباره برای مردم قبول شد. ما تنها طرفدار حکومتی خواهیم بود که به اساس مذاکره و گفتمان به وجود میه و این یک چیز است که هم اطراف مختلف قبول کردن. دیدگاه شما در رابطه با طالبان در این 9 ماه چقدر تغییر کرده؟ تغییر کرده؟ یگان وقت خوب شده، بد شده؟ بعضی ها خوش نمی باشند که من این چیز میگم، چون من در گذشته اطراحت میزدم که طالب ها یک عسکر پیاده زیر کنترول یک کشور خارجی است. او وقت پاکستان میگفتن، حالا شاید نگوین. خوی یعنی شما در جیان هستین. اما ما حالا بعد از این 9 ماه به تو نتیجه رسیدیم که او کم ساده بود. او گفت با حقیقت کم فرق داره. ممکن باز یا باشن که با یک کشور خارجی اما تو یک رابطه را که پیشتر حد میدازم داشتن، اما به این نتیجه دیدیم که هستن طالبایی که وطن دوست هستن، هستن طالبایی که میخوان جنگ ختم شوه، هستن طالبایی که میخوان یک افغانستان پیشرفته و با هم روی کار باشه، بیایه که یک جمهوریت باشه، دموکراسی باشه، با جهان در احترام متقابل صورت بگیره و یک حکومت ساخته شود که هم مورد قبول افغان ها به صورت کل باشه. شما با طالبای سر خوردین که طرفدار جمهوریت است، طرفدار دموکراسی است، طرفدار آزادی بیان هست که همچون مصاحبه ها صورت بگیره، طرفدار حقوق مساوی زن و مرد است. میگن که ما طالبای گذشته نیستیم، دست گرفتیم، پند گرفتیم، اشتباهاتش صورت بره. گرفته بود در او وقت و ما یک چیز نوی را می خواهیم که
استفاده کرده باشه از تجربه های گذشته، یاد گرفته باشه، پند گرفته باشه از اون وقت. درست. آیا طالبان میتونه دوست امریکا باشه در آینده؟ دور از امکان نیست. حال خود بی‌اعتمادی است، حال خود دشمنی است، حال خود جنگ است. بله. اما امریکا تجربه کافی داره که با بعض گروپ ها که یک وقت در جنگ بوده رابطهش پس آنها بهتر شده. فعلا خوی کار عملی نیست. بله. اما هفته آینده یک فاصله، هفته آینده هم عملی تا تغییر فکر نکنم که دفعتا صورت بگیره. اما یا درست نخواد بود که اگر ما بگویم که در هیچ وقت در آینده تا یک کار صورت نخواد گرفت. جناب سفیر، آیا بحث حق و باطل برای امریکا به عنوان کشور میان طالبان و دولت افغانستان وجود داره؟ طبعا دولت افغانستان دوست امریکاست. دولت افغانستان نام و افتخار میکنیم بهش که ما رول دهی داشتیم. این پیشرفت هایی که آمده، تلویزیون طلوع، آزادی بیان، چیزهایی را که هر روز میبینیم، فستیوال فیلم، یعنی گفتمان درباره موضوعات مختلف، لیگای سپورت، این چیزهایی هست که ادامه داشته باشه، باید ادامه داشته باشه. ما طرفداری میکنیم از این کار و افتخار میکنیم که جز کوشش هایی بودیم که تو نتیجه داشته. و همون ما همیشه گفتیم به کسی که در این خاک تولد شده، از اینجا در اینجا کلان شده، مکتب رفته، که استعداد کلانی وجود داره بل. که اگر در شرایط آماده باشه که کارهای کلانی شده میتونه از طرف این مردم بل. و این که چیزها را که میبینم شخص خود شما نشان میده که تو استعدادها راستی وجود داره و باید تر نشه که خدای نخواسته به جایی که استعدادات هرچی بیشتر را استفاده شد زیادتر مردم افغانستان مستفید شوند از شرایط که از استعدادشان استفاده شد معکوس شود. این خود قابل کفی بسیار بد خواهد بود و متاثر کننده خواهد بود و قابل قبول نخواهد بود. شما از استادیوم و فوتبال و لیگ یاد کردین. در استادیومی که زن اعدام میشد وقت طالبا، فکر میکنین زمان میرسه که طالبا برای تماشای بازی فوتبال یا کرکت به استادیوم میرن و در اونجا زن هم هست؟ دور از امکان نیست. باید دور از امکان نباشه. امیدوار هستم که دور از امکان نباشه که در اونها اشتراک کنن. باید به موفقیت های افغان ها و خوشی افغان ها و افتخارات افغان ها اونا هم خود شریک ببینند در آینده که جای جنگ و خشونت و افغان کشتن افغان، دوستی و برادری و وحدت و آزادی و استقلال و این چیزها را همه در او شریک باشند. اما شما قبلا گفتن که مشکل ارزشی وجود داره میان طالبا و گروه های غیر طالب. بله. چی است کلانترین مشکلی که فکر میکنین که شاید بیشترین وقت مذاکرات بگیره؟ خب اول خب بگویم که این تنها در افغانستان نیست که فرق ارزش ها وجود داره. حتی در امریکا فرق ارزش ها وجود دارن. شما نام خدا بلد هستین که و در جای دیگه هم. اما او سبب از این باید نشوه که یک گروپ فکر کنه که ارزش های او گروپ باید به زور از رای جنگ، از رای شکنجه سر دیگه افغان ها قبول شود. چی است؟ امی سه فرض کنیم تفاوت کلانه که باید با طالب روش مذاکره شود. بله. با این طرف و طرف طالب. یکی خب سیستم نظام است که چه قسم نظام سیاسی میتونه مورد قبول درست. اطراف مختلف شود و چه قسم قوانین به اساس از اون نظام روش موافقه شود. سیوم چه قسم تشکیلات وجود داشته باشه از نگاه کیفیت و کمیت که برای آینده افغانستان مفید باشه و مورد قبول باشه. زیادی است که چطور یک نظام و یک سیستم بیاید به صورت کلی گفت که اطراف مختلف سرش اعتماد داشته باشند که با همه گروپ ها و افراد افغانستان رفتار مساویانه میشه. یک چانس بود بعد از آمدن قوای امریکا و سرچپه شدن رژیم طالبا که همون تو یک افغانستان ساخته و من خودم هم بسیار
در او قسمت خوشبین بودم بایست کسی که در او وقت هم رول داشتیم. اما اشتباهات شد از طرف ما، اشتباهات شد از طرف مسئولین دورهای مختلف و همچنان از طرف طالبا و باز همسایا. اما باید وقت از این رسیده که به جایی که عقب بریم تحلیل و تجزیه کنیم که تاریخدان ها باید کار کنن که چی شد، چی پند میگیریم، چطور تجربه یک چانس دیگه که به دست میایه به فکر ما خدا بخواه که به دست میایه برای صلح، برای تعقیب یک راه بهتر با تجربه تلخی که طالبان داشتن که به اشتباهات کردن رژیم از دست دادن در افغانستان. 19 سال قیمت بسیار پرداختن اونا هم، این طرف هم طبعا دیگه افغان هم قیمت زیاد پرداخته. از این چی یاد بگیره گرفته شد؟ از این پند گرفته شد؟ این که اگر راهی که با اما در راه نوی را که شما باز کردین آقای سفیر، راه نوی را که شما باز کردین یا باکس نوی را که شما باز کردین، آیا ریسک از این که افغانستان را با یک جنگ داخلی ببره هم وجود داره یا خیر؟ خب ما خب میگم که جنگ داخلی که وجود داره این را ختم شود، زیادتر فکر سر از این شود که چطور این جنگ ختم شود و اموز موافقت نامه که سرش باید توافق شود بین افغان ها چطور نتانا این جنگ ختم کنم بلکه رای جنگ های بعدی را بگیره، چطور زیربنای جنگ های بعدی را آدم نگذاره در اون موافقت نامه همه شمول باشه. موافقت نامه افغانستان باید به همسایا اطمینان بده که از اراضیش بزید از اونا هم استفاده نخواهد شد و همچنان اونا همسایا به افغانستان در مقابل تو یک اطمینان بده. یک مسئله حالت ایدئال است و خواست همه است. بله. اما پرسش اساسی در رابطه با امور ریسک شاید محدود هم بله. که اگر به یک موافقه نرسه و افغانستان جنگ داخلی، شما فکر میکنم اشاره کردن که حالا هم در یک جنگ داخلی هستیم، این شدت پیدا کنه یا خیر؟ خوب اگر شدت پیدا کنه معلوم است که ما ناکام بودیم در کوششهایی که کردیم. اگر خدای نخواسته این جنگ به یک جنگ داخلی شدیدتر تبدیل شود، معنایش است که ما نتانستیم صلح بیاریم، ما نتانستیم که موافقه کنیم. افغان ها بین خود نتانستن سر یک پلان آینده، سر خط سیاسی آینده، یک نقشه سیاسی آینده بین خود موافقه کنن. درست. و یک ناکامی کلان خود بود. درست. و ما امیدواری من ایست که کلان های افغانستان این طرف و او طرف باید متوجه از این باشن، باید از این چانس استفاده کنن، باید خودخواهی را جایش امو چیزی که به زبان گفته میشه که همه وطن دوست است، همه سر خود میتیم برای صلح، همه کارهایی که وعده‌های کلانی که به ملت داده میشه که عملی کنن، یک فاصله زیاد بین گفتار و عمل وجود نداشته باشه. آقای سفیر، داعش یک تهدید است. بله است. دشمن آمریکا است. درست است. آینده حضور داعش در یک کشور چطور میبینید؟ من امیدوار هستم که با صلح بین طالب و دیگر افغان‌ها و با همکاری بین ملی به شمول امریکا، افغانستان در یک موقف بسیار قوی تر قرار بگیره که داعش چیزی که مانده به خصوص در کنر و در مشرقی به او شکست داده شود. طالب خودش اعلان جنگ کرده بدون از اینکه مربوط به امریکا باشه که با داعش دشمنی داره و جهاد اعلان کردن، و اگر اونا با همکاری قوای امنیتی افغانستان و کم شدن از بین رفتن جنگ بین طالب به حکومت همه متوجه از او باشن، چانس موفقیت زیاد است. بعضی از اعضای مجلس امریکا نگرانی دارند که افغانستان میتونه به یک عراق دوم مبدل شوه. بله. جنگ دوباره شدت پیدا کنه، داعش گسترده شوه حضورش. بله. جواب شما برای این مقامات دولت خودتان و بله. افغانهایی که نگرانی دارن چی است؟ خب این موافقتنامه به اساس فرضیه است که طالبا با تروریسم با داعش میتونن اگر بخواین با اساس این موافقتنامه مقابله بکنن و با همکاری با دیگر قوا موفق باشن در قسمت. اگر ببخشید، اگر چیزی که شما میگین عملی شوه که یعنی طالب این کار نکنه، تروریسم اجازه بده که نشونمای بیشتر کنه، جنگ شدت پیدا کنه، در اون صورت ما یک امتحان کردیم
و دیدیم اگر موفق شد خب بسیار خوب، اگر نشد ما در او قسمت آزاد هستیم که نظر خود تغییر بدیم. قماندان قوای امریکا در اینجا تمام مسئولیت های خود داره و میتونه چیزی که به یک طرف رفته که کمی اگر ضرورت بود استاپ شوه و اگر فیصله های دیگه کار بود در او وقت گرفته شوه. دست خود امریکا پشت سر خود بسته نمی کنه در مقابله با طالب، در مقابله با داعش و با تروریست های دیگه. و بسیار مهم است که افغان ها میره متوجه باشن که امریکا با این موافقت نامه وقتی که اعلان میشه دفاع خود از قوای افغان دوام میده. بیشتر اشاره کردین. دوم در مقابله با تروریست ها داعش و القاعده و اینا فعال میمانه. درست. و همکاری دوامدار در جوانب مختلف با افغانستان میخواه. شما از همکاری طالب در مبارزه با داعش اشاره کردین. آیا طالب به عنوان گروه های مسلحی که امروز است به می شکل میمانه یا مدغم میشه به نیروهای امنیتی افغانستان و از دو طریق مبارزه میکنه با داعش؟ خب در این قسمت صحبت کم شده، نه زیاد، چون این مسئله داخلی است که اما ما براتون اطمینان گفتیم که اونا ایست که گفته تا جایی که به من گفتن ایست که میخواین قوای امنیتی افغانستان ریفرم شوه و طالب هم جزء قوای امنیتی آینده افغانستان باشه. اما فعلا بحث خل صلاح طالب مطرح نیست. این جزء مسائلی است گفتیم که در مذاکره بین افغانی روش باید نه تنها مذاکره صورت بگیره، فیصله های باید صورت بگیره که چطور کار صورت میگیره. جناب سفیر، یک دو سه سوال آخری در رابطه به نقش کشورهای منطقه. بله. شما از پاکستان غیر مستقیم اشاره کردین و از اهمیت کشورهای دیگه اشاره کردین و در گذشته من هم میخواییم که شما دوباره او رو تکرار کنین، اما صحبت های بسیار واضحه در رابطه به نقش پاکستان داشتین. چی شد که پاکستان امروز نقش مثبت داره؟ چی دادن به پاکستان؟ خب من فکر میکنم چیزی که ضرور است برای آینده است که از اراضی افغانستان به ضد پاکستان استفاده نشوه و از اراضی پاکستان به ضد افغانستان، و ما طرفدار یک تفاهم، یک موافقه هستیم بین این دو کشور به سر از این موضوع. و پاکستان گفته که طرفدار همینطور یک چیزی است، میخواد که توجه کنند زیادتر خودش به مسائل داخلی، خصوصا حل مشکلات اقتصادی. از حتی باز از کلانایشان میگن که ما از جیوپالیتیکس برآمدیم به جیو اکنامیکس و جیو دیولپمنت که با رقابت هایی که داره مثلا با همسایه کلانتر خود در از نگاه اقتصادی میخواین هرچی وضعشان بهتر شوه و قصدار هستن زیاد و انکشافی لازم اقتصادی را ندارن. از این خاطر ما ای را اگر این چیز عملی شوه خوش آمدید میگیم. امریکا میخواه رابطه بهتر با پاکستان داشته باشه که بهتر شده رو ایست که بهتر شده، حتی بیشتر هم کشور کلانی هست با در یک منطقه یک جای بسیار مهم دنیا بلد. هست. چی کرده؟ پاکستان بر شما چی کرده؟ بجز از انتقال چند طالب به دوحه. خب وقت از این نیست که زیاد به دقت صحبت کرد سر از این موضوع اگه اجازه تان باشه، اما قدر من میگم که پاکستان باز قدم های مثبت گرفته و صلح در افغانستان، همکاری پاکستان در قدم صلح در افغانستان، یک صلح دوامدار، یک صلح با عزت، نتیجهش رابطه بهتر بین پاکستان و امریکا. شما علاقمند بحث بیشتر در این رابطه نیستین، اما میشه به کوتاه جواب بدین اگر خواستین که آیا بحث دیورند مطرح است؟ ما هیچ سر این مسئله بحث نکردیم. خیلی خوب. میره به شما اطمینان و ملت افغانستان هم اطمینان میدم. روسیه و چین، گزارش های وجود داره که اینا خواستار ترک تمام نیروهای آمریکایی پس از توافق نهایی شده. بله. این نگرانی رو با شما شریک ساختن؟ نه، چون ما گفتیم که میخواییم قوای خود کم کنیم اگر ضرورت نباشه. ما هیچ وقت نگفتیم که حتما باید پایگاه نظامی دائمی در افغانستان داشته باشیم. ما حتی شنیدیم از اونا که اونا نمیخواین ما عجله کنیم در برآمدن قوا از افغانستان.
اونا فهمیدن که موجودیت ما در اینجا مامد از اونام بوده، چون تروریسم یک مشکل مشترک است و اونا در اعلامیه‌ای که مشترکاً صادر کردیم با اونا ما تعجب کردیم که تا چی اندازه اونا در صحبت‌های خود هم نظر نشان دادن خود با ما. ما رابطه بد بین افغانستان و چین و افغانستان و روسیه نمی‌خوایم. ما هم مثل اونا می‌خوایم که از افغانستان خطری به جای نباشه و با وجود پیچیدگی‌هایی که در رابطه ما در جای دیگه وجود داره در افغانستان، در صحبت‌هایی که من رایشان داشتیم فاصله زیادی وجود نداشته بین ما و روسیه و چین، و از مذاکرات که تا حالا پیش رفته حمایت کردن و در جریان بودن و اگر بخیر به زودی به امضای مسائل برسیم دعوت میشن که در مجالس اشتراک کنن. محلش رو تعیین کردن؟ وام جس فیصلایز که کیم زام میکنه در کجا هست این مسئله، اما شما چانسی زیادت که امضا در دوحه صورت بگیره. درست. با عنوان آخرین سوال، شما در یک سال گذشته بحث صلح را به عنوان مهمترین بحث در کشور تبدیل کردین. بله. یک سال پس از امروز افغانستان را در کجا میبینه؟ من امیدوار هستم که یک سال بعد موافقه به مذاکرات بین الافغانی نتیجه مثبت داشته باشد. ما در یک فضای که آتش بس عمومی کلی صورت گرفته باشه زندگی کنم وقتی که من ببینیم، و همچنان قبولی یک دیگه و احترام متقابل و تغییراتی که مورد قبول همه است، نه به زور، مورد قبول همه است از رای اجماع و احترام در این صورت گرفته باشه و یک افغانستان آزاد، یک افغانستانی که موفقیت هایی که در 18 سال پیش صورت گرفته از چیز زیادتر نشو نما کنه. خب تغییرات طبعا باز تغییرات آمده نیز وقتی که داد گرفت صورت میگیره او تنها افراد باشه که کی وزیر فلانیست و کی وزیر فلانیست، اما در مهمترین مسئلهش مسئله ریفورم و مسئله آتش بست و مسئله آرامی و عربان در خانه خود در امن عربان که اولادش بیرون بره به مکتب با اطمینان بفهمه که پس میاید، یا اقلا سفر نوی را برای به طرفی که افغانستانی که اشاره کردم چند دقیقه پیش او سفر شروع شده باشه، من بسیار خوش میباشم. سفیر خلیلزاد تشکر از وقتتون. از شما هم تشکر. بخیر باشین. لطف کردین. تشکر.